اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم عجل بلی کل فرج عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما بینندگان خوب برنامه معارف اسلامی اوصاف پارسایان و پرهیزگاران از خداوند رحمان و رعوف و مهربان مسئلت میکنم که به همه ما و شما توفیق طاعت و بندگی خودش را عنایت کند و از جمله پارسایان و پرهیزگاران و بندگان صالح ذات اقدس الهی باش موضوع بحث اوصاف نشانه ها و خصوصیت های پارسایان و پرهیزگاران است انسان متقی چه ویژگی ها و چه نشانه دارد امام علی علیه السلام و السلام در خطبه 193 نهج البلاغه اوصافی را و نشانه های را برای انسان های متقی و پاکدامن مطرح کرده و رسیدیم به این فراز از خطبه اون حضرت که فرمود و یمز جل حلم بالعلم و القول بالعمل یک انسان متقی و پرهیزگار و پاک دامن اوصافی دارد از جمله یکی از ویژگه های اونها اینه که حلم و بردباری را با دانش و گفتار را با کردار هماهنگ میکنه یعنی حلم او بردباری او برگرفته از علم و دانش و آثار حلم و بردباری است که در رابطه با حلم علم حلیم بودن و علم بودن پارسایان مطالب در جلسات گذشته تقدیم حضور شما خوبان بیننده شد اما این که یکی از ویژگه های دیگر یک انسان متقی و پرهیزگار این است که شعارش با عملش تطابق داره هماهنگ هر اون چرا که میگوید به او عمل میکنه شعارش توعم با عمل هست وقت حرف میزنه به او عمل میکنه وقت وعده میدهد پای وعده استاد میش وقت تعهد میکند به عهدش وفا میکنه و القول بالعمل وقت شعار میدهد به شعارش هم عمل میکنه و این خیلی مهم هست که ما وقت وعده میدهیم وقت تعهد میکنیم وقت خود ما در بیان موعظه و نصیحت قرار می گیریم به دیگران چیز را تذکر می دهیم خود ما هم اهل عمل باشیم این خیلی مهم است خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم سوره مبارکه صف آیه دوم و سوم مؤمنان را مخاطب قرار می دهد و در واقع هشدار می دهد و می یا ایوها الذین آمنو ای کسانی که اهل ایمانت مؤمن و معتقد هستید لما تقولون ما لا تفعلون چرا چیز را می گوید که به او عمل نمی در آیه بعدی خداوند در واقع هشدار می دهد و می فرماید کبره مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون خداوند سخت مورد خشم و به غضب میآید و خشم می کند نسبت به کسی که و نسبت به اونهایی که میگوید اما اهل عمل نیست ای خیلی مهمه که انسانی وقت وعده میدهد، وقت حرف میزند، زند وقت چیز را به دیگران میگوید خودشان در مرحله نخست و اول اهل عملی به اون حرف ها و وعده هایشان باش آیره که محضر شما عرض کردم شعن نزول دارد یا ایوه الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون این آیه زمان نازل میشه که وقت خدای تبارک و تعالی سواب شهدای غزوه بدر را بیان میکنه اده از صحابه میگن که اگر غزوه و اگر جهاد پیش بیاید ما با, با تمام نیرو به جهاد میرویم و در کنار رسول خدا هستیم اما زمانی که غزوه احد پیش آمد همینا بودن که کنار پیغمبر را رها کردن و فرار کردن آیه نازل شد یا ایوها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون چرا چیزی میگویید که به او عمل نمیکنید البته شأن نزول هیچگاهی مورد آیه را نمیتواند تقیید بکنه شعن نزول همیشه مورد خاصیه ولی مخاطب آیه همگان هست این خداوند در واقع همه کسانی که وعده می‌دهد باید, به وعده وفا کرد و در واقع هر گونه تخلف از عهد و پیمان و حتی به گفته بعضی از روایات شامل نظر هم می شود. امام علی علیه السلام و سلام در جای جای مسئله وفای به عهد را مسئله اون که میگوید باید با عمل بکنه تذکر داده چنانچه حضرت به مالک اشتر میفرماید فرماید ایاک هم فتوت به موعدک به خلفک ای مالک اشتر مبادا مورد را برای کسی وعده بدهی که وعده خلافی کنی بپرهیز از وعدههایی که بعد وعده خلافی کنی وقت وعده کردی به وعدهت وفا بکن وقت تعهد کردی به عهدت وفا بکن وقتی چیز را گفتی اهل عمل باش حضرت میفرماید ایاک ان تعیدهم فتطبع موعدک خلفک. از این که وعده بدی و به بعده عمل نکنی بر حذر باش این حضرت در واقع با شدت تمام به مالک اشتر میگه که وعده دادی به بعده عمل بکن حرف را گفتی اهل عمل باش بعد حضرت میفرماید والخلفه یوجب المقطع عند الله بناس وعده خلافی سبب خشمی در نزد خدا و مردم میشه انسانی که دروغ میگن انسانی که عهد شکنن انسانی که به گفته هایش عمل نمیکنه هم مورد غضب خدا قرار میگیره و هم در میان مردم دیگه آبروی و حیثیتی نداره و اینکه حضرت در خطبه 193 فرماید یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل انسان متقی وقت قول داد به او عمل میکنن چنانچه ذات اخدس الهی هم از کسانی که بعد خلافی میکنه عهد شکنی میکنه سخت اونها را ملامت میکنه و مورد سرزنش قرار میده و میفرماید کبر مقتن عند الله ان تقول ما تفعلون چقدر مورد خشم قرار میگیرن در نزد خدای تبارک و تعالی این که چیزی بگویید که به او عمل نمی کنید. و در واقع به تعبیر امام صادق علیه السلام و سلام این که مؤمنی برای برادر مؤمنش وعده می دهد این در واقع نوع نظره همون گونه که نظر میکنه آدم واجب عمله وعده بدهد هم واجب عمله امام صادق علیه السلام فرمود عدت المؤمن اخاه نظر لا کفارت له وعده کردن یک مؤمن برای برادر مؤمنش این نظر هست اون تفاوتش با نظر حقیقی در اینه که ای کفاره نداره اگر وعده خلافی بکنه کفاره بگردنش نمی آیا. اما خیلی اهمیت داره که انسان همون گونه که شعار می دهد عمل کنه و ای از اوصاف یک انسان متقی پارسا و پرهیزگارن حضرت در ادامه می فرماید که فمن اخلف فبخلف الله بدع اول مقته تعرض هر کسی که وعده خلافی کنن اون چرا که گفتن به او عمل نکنن ای در واقع به مخالفت با خدا برخواسته و با, با جنگ به خدا برخواستن ول مقتهی تعرضه و خود را در معرض خشم ذات اقدس الهی قرار داده مسلما کسی که خدا را به غذب بیارن به خشم بیارن در روز قیامت به فلاح نخواهد رسید به سعادت نخواهد رسید در بهشت برین خدا نخواهد بود بلکه معذبند و در جهنم جایگاه و معوای او خواهد بود و آنان که میگوید ولی به قولش عمل نمی کنه شعار می دهد اما اهل عمل نیست بالاترین حسرت را در روز قیامت خواهی خورد یکی از نامهای قیامت یوم الحسره است این در روز قیامت همگان حسرت میخورن اون که گناه کرده اون که معصیت کرده و اون که نافرمانی کرده و اون که حدود الهی را شکسته است واجبات رو ترک کرده منهیات رو مرتکب شده است یک مسلما حسرت میخوره اونجا می‌بینه نامه اعمالش چیزی نیست اونجا میبینه که سقوط کرده اونجا میبینه که باید جهنم برود و صدا میکنه که رب برجعونی لعل اعمل و صالحن فی ما ترک خدایا ما را برگردان و تازه فهمیدیم اینجا باید آن کاری بکنن برای اینجا باید توشه بردارن باید اعمال صالح انجام بدهد اونا حسرت میخورن چی بسا مؤمنینی که اهل طاعت بوده اهل بندگی بوده اهل انفاق بوده اهل احسان بوده اونا هم در روز قیامت حسرت میخورن که چرا نماز کمتر خوان مثلا چرا نماز شب کمتر خوان و چرا بیشتر انفاق نکرد چون اونجا میبینن که انفاق کردن احسان کردن دستگیری از همنا و رعایت حدود الهی عبادت اون حضرت خیلی راه کشاست همونا هم در روز قیامت حسرت میخوره میگه کاش بیشتر انجام میدادیم کاش کوتاهی نمی کردیم و از جمله کسانی که در روز قیامت خیلی حسرت میخورن آنان هستند که در دنیا از عدالت حرف میزنه در منابر و در سخنرانه ها و در مجالس از عدالت حرف میزنه و اون زمان اما ثم خالفو خودش به حرفهایش عمل نمیکنه رفتارش و اون چیزی که در واقع در عمل پیاده میکنه خلاف گفتارش هست ای در روز قیامت بسیار حسرت میخوره و چه بسا از مصادق بارز این روایت حکما باش اون حاکمی که خودش از عدالت حرف میزنه اما کارهایش بر مبنای قومگرایی مذهبگرایی زبانگرایی هست اینا در روز قیامت بالاترین حسرت رو خواهد خورد ان اشد در ناس یوم القیامه اون که خیلی حسرت میخورن در روز قیامت الذي وصف العدل ثم خالفو از عدل خیلی تعریف میکنه توصیف میکنه اما خودش عدالت رو رعایت نمیکنه کارش سراسر خلاف عدالت هست این در روز قیامت خیلی حسرت میخوره پس بنابراین ما باید اهل عمل باشیم اون چرا که میگوییم گفتار ما با کردار ما شعار ما با عمل ما یکی باش حالا در هر سطحی که هستیم و ای تنها مصداق این کلمات وجود مقدس حضرت امام علی علیه السلام و سلام و اون آیه مبارکه از سوره مبارکه صف آیه دوم و سوم مصداقش همه هست ولی بیشتر آنان که حاکمن آنان که عالمان آنان که در منابر دیگران را موعظه می کند اینها باید بیشتر متوجه باشند و از علم خودش استفاده کنه در اون چیزی را که آموخته عامل به اون علمی و دانشی که دارند باش ما در روایت داریم که فرمود العلم الذي لا يعمل كالكنز الذي لا ينفق منه اون کسی که علم دارد اما لا یعمل به علمش عمل نمیکنه این مانند گنجی میمانه که از اون گنج استفاده نمیشه گنج هست سرمایه و ثروت زیادیه ولی از او استفاده نمیشه از او انفاق نمیشه فایده ای ندارد مردمان یک کشوری فقیر فقیرترین کشورها اون وقت گنجی زیادی داشته باشه و از اون گنج استفاده نشود فایده ای ندارد علم داری دانشمند عالم بزرگ هستی اما به علم خود عمل نمی کنی مانند همون گنجی می ماند که بلا استفاده هست و باید انسان متقی پارسا و پرهیزگار اهل عمل باشد شعار می دهد عمل کنن حرف می زنن پای حرف استاد شود وعده می دهد و بعد خلافی نکنن تعهد میکنن پای عهدش استاد بشه و عالم بدون عمل نباش ما در روایات تعبیرات عجیبی داریم نسبت به علمایی که اهل عمل نیست حالا در ظاهر ممکنه برای فریب مردم خود رو بیا بیاراید و انسان متقی انسان اهل عمل نشان بدهد اما در واقع نه انطوری نیست در روایت داریم که عالم بی عمل مانند درختیه که میوه نداره شما یک بستان بزرگ داشته باشی با درخت متعددی متعدد اما میوه ندهد. چه فایده عالم بی عمل مانند درخت بدون سمر مانند ابر بدون باران مانند سوزن بدون نخ مانند نهر بدون آب مانند زنبور بدون اصل تشبیه شده در روایت این است و بدتر از همه به تعبیر و تشبیه قرآن کریم عالم که به گفتارش عمل نمیکنه، اهل عمل نیست عالم تنها علمای دینی نیست همه کسانی که دارای علمن اونا رو شامل میشه دانشمندن شامل میشه تشبیه قرآن کریم بسیار هشدار دهنده است لذا باید انسان متقی و انسان پارسا و پرهیزگار قول و عمل را هماهنگ کنند گفتارش با کردارش مطابقت داشته باشه ما در روایت داریم که شما نگاه نکنین که دیگران رکوعش چگونه هست سجده اش چگونه هست لا تندر و طول رکوع رجل و سجوده بلکه اگر میخوای بدانی مؤمن واقعی هست متقی واقعی هست پارسا و پرهیزگاره بل اون درو صدق حدیثی و ادای امانت ببین اگر انسانهای صادقی بود وقتی گفتن پای حرفش استاد میشه اهل امانت داری بودن اون زمان ارزش داره مؤمنه، متدین و یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل یکی از ویژگی های انسان متقینه که وقت قول میدهد پای قولش استاد میشه وقت تعهد میدهد به عهدش وفا میکند اما اگر انسان انسان بدی بود انسان انسان متقی نبود مسلما هر اون که میگوید به او عمل نمیکنه و اون زمان مسلما مورد خشم ذات اقدس الهی است چون خدای تبارک و تعالی فرمود کباره مقتن عند الله مورد خشم خداوند قرار میگیرید که اگر چیزی بگویید که به او عمل نمیکنید کباره به منای شدت مقدن هم خشم زیاد و شدید و ای دوتا در کنار هم آمده یعنی خداوند خیلی به خشم می آید از کسانی که می گوید ولی اهل عمل نیست پروردگار ما را اهل عمل قرار بده اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلام علیکم و رحمت الله